درود بر شما مخاطبان عزیز و گرامی کانال زندگی ایدئال. تقویت اعتماد به نفس در کمترین زمان ممکن. اگر می‌خواهید اعتماد به نفستان پرورش یابد و زندگی شادتری را تجربه کنید، بهتر است از همین امروز این شیوه ها را تمرین کنید. مطمئن باشید با تکرار و تمرین به نتیجه دلخواه خواهید رسید. چطور در کمتر از 5 دقیقه اعتماد به نفس خود را تقویت کنیم؟ هنگامی که شما دارای عزت نفس به همراه مثبت نگری هستید، می توانید با هر چالشی روبرو شده و به راحتی از آن عبور کنید. از این رو اهمیت داشتن اعتماد به نفس در تمام جنبه‌های زندگی فردی و اجتماعی قابل درک است. چطور در کمتر از 5 دقیقه اعتماد به نفس خود را تقویت کنیم؟ هنگامی که شما دارای عزت نفس به همراه مثبت نگری هستید، می توانید با هر چالشی روبرو شده و به راحتی از آن عبور کنید. از این رو اهمیت داشتن اعتماد به نفس در تمام جنبه‌های زندگی فردی و اجتماعی قابل درک است. مطمئناً هر کدام از شما دوست دارد با روش‌های مؤثر و البته کم زحمت این مهم را در خود تقویت کند. این بخش برای کمک به شما در فائق آمدن بر مشکلات کوچک به منظور رهاسازی نیروی بالقوه شما طراحی و نوشته شده است که راهکارهای آن برای رسیدن به اعتماد به نفس مناسب در 5 دقیقه پیشنهاد شده است. اعتماد به نفس چیست؟ مواردی هستند که سطح اعتماد به شما را تحت تأثیر قرار می دهند. ژن‌هایی که شما با آن متولد شده اید، تعادل مواد شیمیایی و عصبی در مغز، محیط اطراف و فشارهای اجتماعی و همچنین انتخاب‌هایی که روزانه انجام می دهید تأثیر می گذارد. حال با درک این موضوع که شما توانایی‌های بالقوه‌ای دارید، به بیان نکاتی فراتر از آنچه گفته شد در مورد حس اعتماد به نفس و بالا بردن آن در هر زمان و مکانی می پردازیم. راه‌های افزایش اعتماد به نفس. 1. موفقیت خود را قبل از شروع هر کاری برای خود تصویر کنید. یکی از راه‌های این حس گوش دادن به موزیک مورد علاقه تان است. گوش دادن به موسیقی با یک پایه عمیق می تواند به شما احساس قدرت بدهد. موسیقی می تواند خلق و خوی شما را بهتر کند. حتی گفته شده است که موسیقی به رشد گیاهان نیز کمک می کند. شما همچنین می توانید خود را در معرض چالش قرار دهید و حتی خود را تحریک کنید و به این ترتیب به ایجاد اعتماد به نفس در خود کمک کنید. 2. به توانایی های خود اعتماد کنید تا پیشرفت داشته باشید. در تفکر خود انعطاف پذیر باشید. داشتن یک ذهنیت ثابت و فکر کردن به این موضوع که شما نمی توانید اعتماد به نفس خود را افزایش دهید به شما کمک نخواهد کرد. شما قادر به ایجاد اعتماد به نفس نخواهید بود، در عوض یک اندیشه انعطاف پذیر داشته باشید که چالش ها را به عنوان فرصت برای رشد می بیند. افرادی که از رشد ذهنی بالاتری برخوردار بودند، در مواجهه با آزمون‌ها و چالش‌های زندگی خود بسیار موفق‌تر عمل کردند. 3. بدانید که ممکن است به دفعات در این مسیر شکست بخورید. با آن روبرو شوید. شما باید گاهی اوقات شکست بخورید. همه ما شکست می‌خوریم. قبل از آنکه نهایتاً یک نفر هری پاتر را بپذیرد، جان رولینگ توسط 12 ناشر مختلف رد شد. برادران رایت تاریخچه طولانی از شکست‌های پی در پی خود را در ساخت هواپیما دارند و نهایتاً این تلاش‌ها منجر به موفقیتشان شد. 4. از مقایسه کردن خود دست بردارید. هر شخصی در یک نقطه ضعف ممکن است نسبت به اطرافیان خود احساس کمبود کند. خودتان باشید. آنچه را که دارید قدر بدانید تا اعتماد به نفس خود را از دست ندهید. شما مجبور نیستید خودتان را با کسی مقایسه کنید. شما با هیچ کس رقابت نمی کنید. شما نه از کسی بالاتر و نه از کسی پایین تر هستید. شما به اندازه کافی خوب هستید. 5. از جملات تایید کننده استفاده کنید. یک لیست از عبارات تاییدی که به شما حس خوبی می دهد را تهیه کرده و به خودتان بگویید:
من یک هنرمند با استعداد هستم. من قوی هستم. من مهربان هستم. من توانایی دارم. من عالی هستم. من ارزشمند هستم. همانطور که با این کار اعتماد به نفس خود را افزایش می دهید، به خودتان افتخار کنید. بر روی نقاط مثبت خود متمرکز شوید، نه بر روی نقاط منفی. هر کسی را بهر کاری ساختند. ششم، کاملا مثبت اندیش باشید. مثبت اندیش باشید، به خصوص زمانی که شما احساس شکست می کنید، به خودتان بگویید زندگی کوتاه است. کتاب هایی را بخوانید که اعتماد به نفس شما را تحریک کند. تماشای کلیپ های خنده دار و الهام بخش تأثیر مثبتی خواهد داشت. سعی کنید بیشتر با افرادی که دارای تیپ شخصیتی حمایتگر هستند در ارتباط باشید، نه افرادی که حتی نسبت به خودشان هم حس خوبی ندارند. برای ایجاد اعتماد به نفس، شما ابتدا باید به بالاترین شکل ممکن به خودتان ایمان داشته باشید تا دیگران نیز شما را باور کنند. هفتمین مورد، دستاوردهای گذشته خود را لیست کنید. موفقیت‌های گذشته خود را به خاطر داشته باشید و برای آنها جشن بگیرید. هشتمین مورد، مشتاق باشید. قدرت خود را بدانید، استعداد خود را بدانید و مهارت‌های خود را درک کنید و از این آگاهی برای ایجاد اعتماد به نفس و حفظ شخصیت خود استفاده کنید. 9. با دیگران مهربان باشید. مهربان باشید و از دیگران مراقبت کنید. همیشه باعث شوید افراد دیگر در مورد خود احساس بهتری پیدا کنند. این بزرگترین هدیه است که می توانید به دیگران و خودتان بدهید. دوست داشتن دیگران باعث می شود که شما خودتان را نیز دوست داشته باشید. بنابراین اعتماد به نفس خود را در خود ایجاد می کنید. دهمین مورد، سپاسگزار باشید. به جای آنکه به نداشته ها و نقاط ضعف خود تاکید کنید، لیستی از چیزهایی که دارید تهیه کنید و هر روز زمانی را به قدردانی و سپاسگزاری اختصاص دهید. موفقیت‌های گذشته، مهارت‌های منحصر به فرد و حرکت‌های مثبت خود را مرور کنید. و سخن آخر، اینکه یادتان باشد طولانی‌ترین مسیرها با یک قدم کوچک آغاز می‌شود و اگر صبور و ثابت قدم باشید، می‌توانید به راحتی اعتماد به نفستان را زیاد کنید. این راهکارها را در زندگی تمرین کنید و یقیناً هر روز بهتر خواهید بود. سپاس از اینکه کانال زندگی ایدئال را انتخاب کردین. فراموش نکنید که کانال را سابسکرایب کنید و با لایک و اشتراک ویدیوها از ما حمایت کنید. سپاس از توجهتان. پیروز باشید و تندرست.